ما وقتی در مقام تبلیغات انتخاباتی هستیم و برنامه هامونو میخوام ذکر بکنیم، مسلما باید وارد مسائل خانوادگی نشیم که خانواده شما اینجوری هستن، خانواده شما اونجوری هستن. بحث ما در انتخابات این است که این آقا، این وکیل نامزد میخواد یه کارایی بکنه، به مردم عرضه میکنه ما این کارا رو بکنیم. خب اینا بحثایی است که ورودش در یه جای دیگه انحراف از من راه رو کج کردنه و این سبب میشه، همونطور که شما اشاره کردید، که ما گناه کسی را به گردن دیگری بیاندازیم. این یه جهت که در مقام تبلیغ واقعا باید حریم ها محفوظ بمونه، جایگاه تبلیغ رو در اون حوزه‌ای که ما بحث داریم نباید با جای دیگه ببریم. اگه ببریم خب یه مقدار تعدی کردیم از اون حد و مرزی که در اون حوزه، در اون موضوع بود. اما یه وقت بحث اینه که حالا یه افرادی ممکنه خانوادهشون، بعضی افرادشون حالا اشتباه کرده باشه نکرده باشه، اونا رو باز به پای پدرها قرار دادن درست نیست. اینا یه مسائل حقوقی است که خب باید خیلی بررسی بشه. اگر ما بخوایم کسی رو محکوم کنیم، نه به گناه پسرش میتونیم محکوم کنیم، نه پدر را به گناه پسر، نه پسر را به گناه پدر. اینا مسائل حقوقی است. اسلامی که این همه مسائل رو داشته و این همه دقت ها رو در حریم افراد و خانواده ها و خلقیات و حقوق افراد داره، اجازه نمیده ما اینجوری برخورد کنیم، مگر اینکه بخوایم خب جو و حالا ناخواسته چیز کنیم، مخشوش بکنیم و مشوه بکنیم به تعبیر امام. و الا اصل قضیه این است که ما به دو جهت نباید وارد بشیم. یکی اولا در مقام تبلیغات ورود در حوزه های خانوادگی درست نیست، مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن. ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده، به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم کار خوبی نیست، و نتیجه میشه که همین نسل جدید انقلاب را ما بریده خواهیم کرد از انقلاب. من همیشه گفتم اگر ما جوانهای نسل دوم، نسل سوم را از این استوانه هایی که در انقلاب سابقه های 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن امتحانات دادن، اینها رو جدا کنیم، دیگه این جوان ها پشتوانی و رکن رکینی برای اعتقاداتشون ندارند. بنابراین ما میبینیم وقتی قرآن میگه اشاعه فحشا نکنید، بر همینه، برای اینکه اعتقادات مردم محفوظ بمونه. لذا بعضی از کارهایی که انجام شده عقلایی نبوده برای من، و بهترین است که اینجوری برخورد نکنیم. البته من بیان من این نیست، همطور که بزرگانم گفتن که اگه کسی خطا کرده، خطاش رو نادیده بگیری، خب خطا در جای خودش باید بررسی بشه، اما اینا نباید رو به اصطلاح تریبون ها مطرح بشه. چیزایی که بعد در دادگاه ها مطرح بشه ما بریم در رادیو و در تلویزیون، نتیجه میگه دشمن ها سوء استفاده میکنند. کارهایی که دشمن ها سوء استفاده میکنه آیا به نفع انقلاب میشه؟ امام پیش بینی میکردن این چیزی که این به انقلاب ضربه میزنه این اختلافات. اگر الان نسل سوم ما دوچار یک نگرانی شدن، یه عدهشون، تقصیر بزرگتراست، و الا فی حد ذاته این نسل اگر ماها درست رفتار میکردیم اینطور نگران نمیشدن. و حالا نگرانی ها پیدا شد به خاطر همین غفلت ها، اشتباهات. من در یه مصاحبه قبلی عرض کردم با بعضی دوستان، گفتم من به این مخالفت هایی که واقع شده به نظر دشمنی نگاه نمی کنم. نمیگم هر کس که در این انتخابات اخیر بخصوص اشتباهی کرد، مخالفتی کرد، دشمن انقلاب از دشمن امامی دار، من تعبیر نمی کنم. چون مسئله دشمنی که یه امر قلبی است، این به زودی نمیشه تشخیص داد. ما که در دل مردم نیست که ببینیم آیا روی عناد یه حرفی میزنن یا روی حسن نیت، آیا بغض کهنه است یا یک گله مندیه تازه اینا باشه، ما نمیدونیم. من جمله ایرم اضافه کردم که تو مصاحبه نیامد، یعنی نوشتش، گفتم ببینید ما کار خدایی نمیخوام بکنیم که ببینیم کی اهل بهشتی که اهل جهنم. حالا قیامت انشاءالله میاد ببینیم انشاءالله همه اهل بهشت. ما حکم بهشت و جهنم ما قسیم الجنت و نار نیست، اون کار امیر المومنین، ایشون قسیم الجنت و نار است. ولی ما یک وظیفه دیگه هم داریم، ما باید نگاه کنیم به عملها. به ما گفتن کسی که
خلاف میکنه با مخالف با خلاف بجنگید، مبارزه کنید باشه، نگذارید خلاف توسعه پیدا کنه. و اگر حرفی گفته میشه اینه که این بده، میگیم این کارا بده. بعد حالا افراد چگونه هستن؟ حالا اگه اینو قبول بکنیم، یه نصیحت دیگه میشه آورد که خب حالا اومدیم به اشتباهی کردیم، نمیگیم ما اهل بهشتیم، نمیگیم شما اهل جهنم، ولی بالاخره یه اصولی هست که ما با اون اصول بسنجیم کارهامون. ما کار به نیت ها نداریم، چون اصلا در مسائل سیاسی صحت و سقم اعمال بس به نیت نیست. چون در تمام دنیا اگه کسی کار خراب کرد و ضربه زد به جامعه ای، میگه میگن آقا من به حسن نیت این کارو کرده بودم، یه کسی رو بکشیم به حسن نیت، این نمیگن این آقای قاتل قاتل نیست. حالا ممکنه که جرمش به یک معنا کمتر باشه از نظر حقوقی، ولی بالاخره قاتل قاتل دیگه.